عرض سلام و وقتتان بخیر به برنامه فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید. در این برنامه روی گفتگوهای صلح و خوشبینی هایی که در رابطه با گفتگوهای صلح وجود دارد، تلاش هایی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه در این رابطه انجام میدن بیشتر صحبت میکنیم، ولی در آغاز همکارم لطف‌الله نجفی زاده گفتگوی کوتاهی را انجام داده است با مارکس پاتزل نماینده ویژه آلمان بر افغانستان و پاکستان که با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. اروپا به ویژه آلمان چی اندازه درباره آنچه که در دوحه میان نمایندگان امریکا و طالبان جریان دارد آگاه ساخته شده است؟ من نمیتوانم چیزی بگویم، چرا که ما نمیدانیم، اما فکر میکنم یک رشته مشوره ها را با دوستان امریکایی من داشتم. من در چند هفته گذشته چندین بار با سفیر خلیلزاد دیدار کردم و همچنان تماس های با طالبان داریم. و آیا ایالات متحده شما را از گفتگوهای دوحه آگاه ساخته است؟ بله، آنان این کار را کردند. آیا شما راضی هستید که ایالات متحده کار درستی را انجام می‌دهد؟ خب، افغان‌ها باید قضاوت کنند که این کار درست است یا نه، اما از این که آمریکایان با طالبان گفتگو می‌کنند راضی هستم. و گفتید که شما نیز با طالبان گفتگو می‌کنید، با همان طالبان در دوحه؟ بله می‌کنیم، با طالبان در دوحه و با طالبان بیرون از دوحه. آیا شما خوشبین هستید که افق صلح دیده می‌شود؟ بله خوشبین هستم، بیباوری ها را می دانم و نیز نگرانی های مردم افغانستان را می دانم، اما فکر می کنم این یک زمان بسیار حیاتی است. اکنون یک مرحله بسیار مهم است. می توانیم ببینیم که صلح ممکن است. آتش بس سال گذشته را دیدیم. همزمان با آن این چیزی بوده است که برای چندین سال جریان داشته. شما برایم گفتید که شما 5 تا 6 سال پیش هم با طالبان ارتباط داشتید. بله، این درست است. ما کمک کردیم که دفتر آنان در دوحه گشایش یابد، دفتری که برای یک روز باز بود. اما فکر میکنم اکنون تفاوت وجود دارد. اکنون آمریکایان راه درازی را آمدند. برای نخستین بار در تابستان گذشته با هم نشستند. من اعتبار این کار را به همکار آمریکایی آلیس ویلز میدهم. آنان همچنان به گفتگو درباره خروج سربازان تمایل دارند. بله. آیا این به این معناست که امریکاییان در حال ترک افغانستان هستند؟ زمان در آینده همه امان بیرون خواهیم شد، اما پرسش این است که این یک خروج مبتنی بر زمان نیست. ما فکر میکنیم که این باید یک رویکرد متکی بر شرایط باشد. آیا این چیزی است که امریکاییان به دنبال آن هستند؟ این پرسش است که به تازگی آشکارا درباره آن بحث شده است. منظورم این است که با گزارش ها درباره خروج آنی نیروهای آمریکایی در میانه ماه دسامبر، من در دوحه بودم که این خبر پخش شد و من نگران شدم. اما دوستان آمریکایی من گفتند که هیچ تصمیم گرفته نشده است و اگر شما به جزئیات لوجستیکی و فنی روند خروج نگاه کنید، زمان بسیار دراز نیاز دارد. چند سال؟ نمیدانم، چرا که یک کارشناس نظامی نیستم، اما همچنان به این باورم که این خوب نخواهد بود که ابزارهای فشار را از دست بدهیم. ما باید جلو شرایطی را بگیریم که طالبان بگویند می توانیم بیرونتان کنیم. نه تنها ایالات متحده، بلکه کشورهای در منطقه نیز با طالبان در تماس هستند. شما گفتید که آلمان نیز با طالبان گفتگو می کند. شما درباره چی با آنان گفتگو می کنید؟ خب، از انتظارهایمان با آنان می گوییم و از آنان می خواهیم که خشونت ها را کاهش دهند و با افغانها به شمول حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و نه تنها درباره صلح گپ بزنند، بل هدفشان هم صلح باشد. و گفتگوها با حکومت افغانستان به عنوان تنها آدرس در افغانستان؟ نه تنها آدرس نه، منظورم این است که آنان در آغاز ماه فوریه در مسکو گفتگو کردند. یک کمبودی که داشت این بود که حکومت افغانستان در آن حضور نداشت، اما باید تمامی گروه های سیاسی و جوامع مدنی، گروه های زنان و جوانان، اقلیت های قومی و مذهبی را در این گفتگوها بگنجانید. می دانید بدون دخیل بودن آنان صلح فراگیر و پایدار نخواهد بود. فکر میکنم صلح در افغانستان به یک اصطلاح بسیار تعریف ناشده مبدل گشته. درست است. تعریف شما از صلح چیست؟ خب، فکر میکنم این مربوط به من نیست که قضاوت کنم و در این باره سخن بگویم. اما صلح فراتر از نبود خشونت است. یک صلح فراگیر و پایدار باید از سوی اکثریت قریب مردم افغانستان پذیرفته شود. به گونه ای که گفتم، تنها سیاسیون نه، بل سازمانهای غیر انتفاعی و گروههای اجتماعی همه باید دخیل باشند. Social groups, they all have to be involved.
در ماه مارچ دور دیگری از گفتگوهای افغانها با طالبان خواهد بود و ما نمیدانیم که حکومت افغانستان بخشی از آن خواهد بود یا نه. حداقل رسما اعلام نشده. شما همچون دومین کمک کننده بزرگ افغانستان راضی خواهید بود که گروههای بیرون از حکومت با طالبان گفتگو کنند و با طالبان به یک توافق برسند؟ باز هم میگویم که هر کسی میتواند گفتگو کند. ما نیز با طالبان گفتگو میکنیم، اما در پایان روز حکومت باید مشمول آن باشد، زیرا میدانم که میان حکومت افغانستان و گروه‌های دیگر گفتگوهای وجود دارند. این گروه‌ها به مسکو رفتند تا با طالبان گفتگو کنند. فکر میکنم اکنون زمان آن رسیده است که افغان‌ها روی یک تیم گفتگو کننده فراگیر و جامع توافق کنند. و این چیزی است که شما در این سفر با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرای عبدالله، حامد کرزی و حریف اتمر روی آن بحث کردید؟ بله، من با تمامی جناح‌ها در این باره گفتگو کردم و مخالفت را در برابر آن ندیدم. فکر میکنم اکنون پرسش این است که این تیم چگونه شکل خواهد گرفت، چه کسی رهبری آن را خواهد داشت. اما درباره نیاز به وجود چنین تیم هیچ شکی وجود ندارد. و رئیس جمهور غنی تمایل دارد که رهبران دیگر افغان را نیز اساساً در این میز جا دهد؟ بله، این برداشت من بود. شما درباره تمایل آلمان برای برگزاری یک نشست دیگر بان سخن گفته بود. یک سال پیش بود، بیاد دارم. بله، یک سال پیش. آیا احتمال برگزاری همچون نشست حالا بیشتر شده؟ این پیشنهاد هنوز هم وجود دارد و فکر می کنم که پرسش زمان مطرح است که چه زمان نشست بن سوم برگزار شود. آیا این نشست برای تقویت گفتگوهای صلح باشد یا در میانه های این گفتگوها و یا هم در پایان پیش از امضای توافقنامه صلح؟ ما آماده برگزاری این نشست هستیم و باید با همکارانمان و البته با افغانها، حکومت افغانستان و بازیگران دیگر زمان درست آن را بیابیم. درست. آیا به این نشست نزدیکتر می شویم؟ خب، فکر میکنم راه دراز مانده است. یعنی گفتگوهای که اکنون در دوحه جریان دارند گفتگوهای صلح نیستند، اما میتوانند در نهایت به گفتگوهای صلح منجر شوند. اما اگر بحرانهای دیگری که در چند سال اخیر درباره آنها گفتگو شدند ببینیم، این کار زمان خواهد برد. مثلا اگر به کولومبیا و آیرلند شمالی ببینید، این کار یک شبه انجام نشد. درست. ما چهار دهه است که جنگ را تجربه میکنیم و این باید پایان یابد. بله، اما بهتر است که همگی انتظارهایشان را مدیریت کنند. میدانم که امیدهای بلند به این گفتگوها بسته شدند، اما این امیدها باید با واقعیت گرایی یکجا شوند. هر کس و هر گروه میکوشد که موضعش را حالا پیش از آغاز گفتگوها تقویت کند، اما متاسفانه شاید این روند با افزایش خشونت ها نیز همراه باشد. اما زمانی که تمامی طرفها واقعا میخواهند به توافق صلح برسند، باید اراده نیرومند سیاسی داشته باشند. آقای سفیر، اگر افغانستان به گونه کامل یا قسمی از سوی طالبان به گونه اداره شوند که با رژیم دهه 90 آنان همانند باشد، آیا آلمان به عنوان یکی از کمک کنندگان اصلی این کشور باقی خواهد ماند؟ نخست از همه فکر نمی کنم شرایط بیاید که رژیم مشابه به دهه 90 طالبان دوباره روی کار شود. چی چیزی شما را به گفتن این وامی دارد؟ گفتگو با طالبان از یک سو و از سوی دیگر تغییراتی که در 17-18 سال گذشته در این جامعه به میان آمدند. فکر می کنم بسیاری از گروه ها در افغانستان هستند که آن گونه رژیم را بار دیگر تحمل نخواهند کرد و من آنان را تشویق می کنم. یعنی در اخیر این مربوط به افغان هاست که درباره قانون اساسی و آینده دولت و جامعهشان تصمیم بگیرند. اما در جایی که بتوانیم کمک میکنیم تا دستاوردهای شما حفظ شوند. ما به این کار تمایل داریم. میدانید که یک ابزار فشار داریم، زیرا اشاره کردید که آلمان یکی از بزرگترین کمک کننده هاست و حتی پس از توافقنامه صلح افغانستان به کمک های بین المللی نیاز خواهد داشت و ما به این کار علاقه داریم. نمیتوانم تصمیم پارلمان آلمان را پیش بینی کنم، اما میتوانم تصور کنم که ما بر بنیاد شرایط به ماندن در کنار مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. حفظ دستاوردهای چون حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و آزادی رسانه‌ها بسیار مهم هستند. آیا این مسائل قابل مذاکره هستند یا خیر؟ این به جناح‌های افغان مربوط است که تصمیم بگیرند، اما من نمی‌توانم به مردم و پارلمان آلمان بگویم که این حقوق نقض شده‌اند و همزمان برای افغانستان کمک‌های توسعه‌ای جلب کنم. این مسیر ممنوع است. باید مسائل داخلی آلمان را هم ببینید.
We know we have to see that from our German domestic situation as well. ادامه فراخبر در اوج بحث‌ها درباره بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگه که پس از توافق صلح با طالبان نیز بخش از نیروهای آمریکایی از بهر مبارزه در برابر هراس افغانان در افغانستان حضور خواهند داشت. و از سوی هم نماینده ویژه آلمان بر افغانستان و پاکستان نیز از تماس‌های آلمان با گروه طالبان خبر می‌دهد و بر نقش حکومت افغانستان در گفتگوها با طالبان تاکید دارد. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای نصرالله استانگزی استاد دانشگاه در بحث با من هستند. سلام آقای استانگزی. ممنون از وجودتان در برنامه. ممنون. در آغاز ما و شما گفتگوی کوتاهی را با آقای مارکس پودزل نماینده ویژه آلمان بر افغانستان و پاکستان دیدیم که اونا دیدگاه‌های خود را و این که تماس دارن با طالبان در اون رابطه موضوعات را مطرح کردن. کوتاه می‌خوایم نظر شما را در رابطه با تاثیرگذاری آلمان در روند گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشم و بعد میریم روی تلاش‌های ایالات متحده آمریکا. در شک نیست که ناتو به عنوان یک طرف در جنگ افغانستان که آلمان هم عضویتش داره و آلمان به عنوان یکی از کشورهای تمویل کننده قوای مسلح افغانستان و در این زمان یکی از کمک کننده های عمده در مسئله بازسازی افغانستان نقش داشته و با در نظر داشت سوابق تاریخی که آلمان در دیپلماسیش تقریبا زمان شامان لاک 100 ساله در بر میگیره، از او زمانی روابط وجود داشته، طبیعتا تاثیرات خود داره. اما آلمان به عنوان یک بازیگر کلیدی و مورعی در موجودیت ایالات متحده آمریکا تلقی شده نمیتونه، مگر ای که فعالیت های آلمان و مثل آلمان کشورهای دیگه اروپایی، کشورهای عضو ناتو در یک اماهنگی جدی با ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، کشورهای بزرگ عربی خلیج با روسیه، با اینا در یک اماهنگی پیش بره مسمر خواهد بود. در غیر از او، هر نمیست که شما در جریان صحبت های نماینده خاص آلمان بر افغانستان و پاکستان شنیدن که اونا در بعض موارد حتی اتون وانمود میساخت که از فعالیت های نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا آقای خلیلزاد جدا آگاهی ندارن، یعنی کل مسائل کسان شریک نمیکنه. در چنین یک فضای من فکر نمیکنم که آلمان یک نقش را بازی کرده بتانه که خیلی ها تاثیرگذار باشه. طبیعتا هر فعالیت صلح بر افغانستان موثر خواهد بود، اما عدم هماهنگی بر مذاکرات و بحثا به عقیده من خطرناکتر خواهد بود و این منتج به این خواهد شد که چند پارچگی در روند مذاکرات صلح افغانستان ایجاد کنه. تا اکنون که تلاش‌های ایالات متحده آمریکا انجام داده، آیا فکر میکنید که نقش هماهنگ کننده خوب را با سایر کشورهایی که دخیل هستند در افغانستان ایجاد کرده یا ایفا کرده؟ با وجودی که سوال جوابش بسیار مشکل است، به خاطر از این که شما میبینید مذاکرات دور پنجم قطر بسیار مبهم، پیچیده و باورم ایست که حتی مقامات دولت افغانستان هم و سیاسیون ما هم از بسیاری موضوعات از این آگاهی نخواد داشتن. اگر این وضعیت را ببینیم و مطالعه بکنیم، باور من ای است که اگر اما تو پشت درهای بسته صورت بگیره و ایالات متحده آمریکا یک جانبه بدون متحدینش فراموش بکنه و یا با تکتیک ها پیش بره، مسائل استراتژیک با اونا در میان نمانه، باور من ای است که طبیعتا این پروسه یک نوع زیر سوال میره و کشورهایی که نمیخواهد افغانستان صلح بیایه یا گروه هایی که نمیخواهد افغانستان صلح بیایه، چه در داخل دولت افغانستان چه بیرون از دولت افغانستان چه کشورهای منطقه، بر از اونا فرصت از ایره مساعد میکنن تا مغلق بسازن این پروسه را و متاسفانه جنگ دوام بده. بله، بیاین در رابطه با این که چی زمان قرار است که حکومت افغانستان از این انزوای گفتگوهای صلح بیرون شود و با چی برنامه میتونه که حکومت حداقل خود را جا بده در این گفتگوها در رابطه صحبت کنیم؟ من باورم ایست که این سوال باید مقامات دولت افغانستان جواب بدن، اما میشه که روی خلاهایی که حداقل در این دوند. بله، باور من ایست که اول باید دولت افغانستان از کلیگویی پیرامون مسائل صلح بره، مثل یک آدم عادی که میگه ما صلح میخواییم، ما ارزش ها را میخواییم،
ما قانون می خواهیم، ما انکشاف افغانستان می خواهیم، این کلی گویی است. برای دولت افغانستان لازم است که از این کلی گویی خودش جدا بسازه، یک دو اقتدار و توانایی خود در مذاکرات ثابت بسازه، سه گروه های بیرون از دولت که تاثیرگذار هستند اینا را انسجام بده و بحث قدرت، بحث انتخابات، بحث کمپاین و امثال از این جدا بسازه از صلح. مشخصا باید سر بحث صلح بره و صلح از حالت پروژه‌ای باید کشیده شد که متاسفانه سالیان متمادی تقریبا حالت پروژه‌ای و حالت شعاری را داشت و این باعث از این شد که متحدین استراتژیک دولت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا با وجودی که در ظاهر این اظهار نمی کنن یک نوع مسافه بگیرن یا به عبارت دیگر ببینن که توانایی در وجود دولت افغانستان نیست و برن به طرف خودشان که خودشان مذاکرات پیش بره. این برای طالبان هم فرصت بسیار خوب بود که فهمیدن که متحدین بین المللی دولت افغانستان با تمام دلگرمی دولت افغانستان حمایت نمیکنند در مسائل مذاکرات صلح، خودشان به این کار آغاز کردن که راستند بر طالبان یک فرصت بود با آمریکایی‌ها ببینن، مثل که دیده میشه با آلمان‌ها میبینن، مثل که دیده میشه با روس‌ها میبینن، مثل که دیده میشه با کشورهای دیگه میبینن، با کشورهای عربی میبینن، با چین میبینن. این خودش نشان دهنده از این است که ما به عنوان دولت فرصت‌ها را از دست دادیم و در این مقطع اساس به نظر ما مشکل خواهد بود که در دولت افغانستان ایتو یک ظرفیت ایجاد شده که تمام ای پراگندگی ها را ایجاد بکنه. دولت افغانستان باید در حد مقتدرانه عمل میکرد که امی آدم و ماهنگی را که حال ما همه ما ازش رن میبریم. ای تشویش ها باید کل شرفه میشد و این وظیفه دولت افغانستان بود که ماهنگی را باید ایجاد میکرد که متاسفانه نتونست. بله، در دور پنجم گفتگوها که هنوز هم ادامه داره میان آقای زلمه خلیلزاد و طالبان، یکی از موضوعات که بیرون درس کرد این بود که گویا ایالات متحده آمریکا تلاش داره برای این که طالبان را وادار بسازد تا با حکومت افغانستان گفتگو بکنن. یا فکر میکنید که این کار انجام شوه؟ حضور دولت افغانستان در مذاکرات به عنوان دولت افغانستان حتمی است، به عنوان طرف جنگ حتمی است و به این رابطه باید دولت افغانستان و مقامات دولت افغانستان فعالتر، مصممتر و جدیدتر از پیش عمل بکنن و وارد مذاکرات با طالبان شوند. اما من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا میخواهد که همه گپا را پخته بکنه، در نهایتش دولت افغانستان متاسفانه سمبولیک در قضیه داخل بسازه. بله، برای اون قابل پذیرش بر مردم افغانستان است مگر؟ بر مردم افغانستان باور من است که مردم افغانستان صلح میخواهند. این هم بسیار جدی است که چقدر مردم افغانستان دولت افغانستان حمایت میکنند، چقدر مردم افغانستان به دولت افغانستان باور دارند. چرا شما میبینین که خود نهادهایی که برای صلح ساخته شد در طول بیشتر از یک دهه تمام فعالیت از اینا شعاری بود و مردم باورشان از دست دادن و دوم مردم افغانستان نسل ما و نسل پیشتر از ما یک تجربه سیاست مصالحه ملی دکتر نجیب الله را به یاد دارن که او سیاست چون حمایت کننده های بین المللی نداشت در نهایتش به شکست مواجه شد و باعث سقوط حکومت دکتر نجیب الله و ایجاد بحران‌های جدید در افغانستان شد. روی او دلیل من فکر میکنم که به میان آوردن یا ایجاد فضای اعتماد برای مردم برای دولت افغانستان در همین مقطعی که فعلا قرار داره یا در حالتی که قرار داره یک اندازه مشکل خواهد بود. به هر صورت مردم افغانستان صلح میخواهد. این بسیار بهتر است که دولت افغانستان و نمایندگی از مردم افغانستان با تمام نهادها و گروپ های فعال دیگه سیاسی که در افغانستان وجود داره و گروپ های با نفوذی که در کشور وجود داره و میتونن در روند صلح با این در یک هماهنگی وارد مذاکرات با طالب باشن. آقای نصرالله‌استانکزی استاد دانشگاه، ممنون حضورتان به برنامه و تشکر از شما که بیننده فراخبر بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.